برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. Hope for you، برنامه هفتگی، روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan، Settlement Short Sale، Direct Sale، Credit Card Settlement. درود فراوان خدمت بینندگان محترم تلویزیون رویال تایم تیوی. امیدوارم حال همه شما نازنین ها خوب باشه، سلامت باشید و سیزده بدر بسیار خوبی رو داشتید در کنار خانواده محترم، عزیزانتون، دوستانتون. به هر حال همتون خوب و خوش و سالم و هر جا که تشریف بردید به سلامتی هم به منزل خودتون برگشتید و سلامت هستید و خوشحال. و امروز هم روز بسیار خوبی براتون بوده و ساعت 6 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا است که ما با شما نازنین ها به مدت 55 دقیقه میخوایم صحبت کنیم. من ناهید هستم به اتفاق هوشنگ، که این برنامه ناهید و هوشنگ و خوب فور یو که روزهای پنجشنبه هر هفته به وقت کالیفرنیا ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از این تلویزیون پربیننده پخش میشه و روز دو روز بعد هم مثل اینکه توی ویکند در ساعت مختلفی سرکار خانم تهرانی و کارگردان نازنین اینو پخش میکنن تکراریشون. به هر حال شما نازنین هایی که اگر احتیاجی به وام، به خرید منزل، به هر حال هر گونه کارهایی رو که ما میتونیم در آفیس انجام بدیم که به عرض شما میرسونیم تک تکشو، شما احتیاج داشتید، بدونید که به ناهید هوشنگ زنگ بزنید و خیلی خوشحال میشیم. باعث افتخار ماست که بتونیم برای شما نازنین ها کاری رو انجام بدیم. به هر حال ما در چهار استیت ما بر این آفیس داریم و در استیت های دیگر هم که آفیس نداریم با عزیزان دیگر ما همکاری داریم. آقای نوری خیلی خوش آمدین به برنامه خود. خب سیزده بدر خوبی داشتید نایت خانم؟ یک سیزده بدری داشتیم که واقعا من نمیدونم از این سرکار خانم نازنین، دوست بسیار زیبای خودم و نازنینم، بهناز خانم، بهناز جون و همسر نازنینشون رامین جان، واقعا که سنگ تموم به اتفاق مادر نازنین، داماد نازنینشون، بچه هاشون، ما که مهمون بودیم. واقعا یک آقای نوری خودتون یک سیزده به دری که من تا به حال نیده بودم اینجور. واقعا زحمت کشیدن، خیلی از دوستان ماها دعوت شده بودیم و بسیار جای خیلی خوبی رو گرفته بودن، از صبح خیلی زود رفته بودن. واقعا چقدر آدم افتخار میکنه که دوستای به این خوبی و نازنینی رو در این ور دنیا پیدا میکنه. میدونید که بهناز خانم هم مدیر بانک هستن، بله، کالیفرنیا تراست بانک در سان کلمنته، بله، که برنامه عید را هم ایشون پیاده کرده بودن در همین جا هفته پیش به عرضتون رسوندم. واقعا خیلی خوشحال میشم، خیلی دوست دارم، در اینجا زندگی میکنن سالهای سال مثل ماها، ولی تمام برنامه ها رو چقدر جالب و قشنگ و باعث افتخاری من از یک خانمه که اینطور دوست نازنین رو من داره. البته دوستای من همشون یکی از یکی واقعا بهتر، دوستای خیلی خوبی رو دارم من و این باعث افتخار منه و سربلندی. انشالله که شما عزیزانم که سیزده بدر خوبی داشتید، بی خطر و سلامت برگشتید به خونه ها. و امروز هم پنجشنبه است و چند روزی هم از سیزده بدر گذشته دیگه، به حالت عادی همه برگشتیم و ایام عیدم تموم شد. برنامه ناهید و هوشنگ یک برنامه تجارتی بازرگانی است که در قبال اون هزینه پرداخت میشه و طبق قوانین FCC آمریکا باید درستون برسونم که ما مسئول گفتهای خودمون هستیم و صاحبان و مدیران تلویزیون ریال تایم تیوی هیچ گونه مسئولیتی در قبال گفتهای ما نداره. ما چیزی نمیگیم که با خدای نکرده برخلاف اصول باشیم. عرض شود که من هر هفته سعی میکنم بعضی چیزایی که میاد توی آمریکا کلاه میذارن سر مردم و مردم متوجه نمیشن دونه دونه بهتون بگم. آخرینه که بهتون گفته بودم، این جدیده، مال دو سه روز پیشه.
خواهش میکنم قشنگ توجه کنید خانم، شما توجه بفرمایید. من دخترمون خودش به من یه چیزی رو گفت و ای کاش که میدونستم به خاطر بیارم که چی به من گفت. دقیقاً برسون برسونم که به شما تلفن میشه، قطع میشه و شماره آمریکا میاد روی تلفنتون. شما خب بالاخره فکر میکنید از ایران تلفن کردن، این شماره ناشناسه ولی مال آمریکاست. تلفن میکنید به این شماره. به این شماره که تلفن بکنید، نوار با شما صحبت میکنه، شما رو روی هولد میذاره. از اون لحظه که شما تلفن میفرمایید تا لحظه که 5 دقیقه 10 دقیقه رو هولدید بعد قطع میشه، اینها خارج از آمریکا هستن، بیشتر در جزایر کارائیبن. اینها یک طوری سیستم گذاشتن که هر دقیقه بین 10 تا 15 دلار شما رو برای تلفن خارج از کشور چارج میکنن. هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. خواهش میکنم اگر تلفنی دیدید که اومد روی تلفنتون و قطع شد و نمیشناسید تلفن نکنید. اگر تلفنم کردید، گوشی رو که برداشت گفت هولد، فورا قطع کنید. این دیگه آخرین حقه بازی هست که این دیگه جدیدترینه. همینجور دیگه. خب بله، تکنولوژی هم طور که من هفته پیش گفتم تکنولوژی خیلی بالا رفته، خیلی خوب شده، چقدر جالب شده. آدم میتونه از این ور آبها اون ور آبها عزیزانش رو با یه تلفن کوچولو ببینه، صحبت بکنه. ولی یک چیزای دیگرش هم البته خب این همه جای دنیا هست آقای نوری، باید فقط ماها بیشتر حواسمون جمع باشه، جمع باشه و اکسایتد نشیم. چون این از صبح تلفن نبوده، حالا این تلفن ببینیم این چیه. نه تلفن نکنید، تلفن رو جواب ندید. وقتی که نمیدونید که این چی هست، اگر احتیاج با شما داره، اگر دوست فامیل، خب مسیج میذاره. پس بنابراین اگه مسیجی نذاشته یعنی که کاری نداشته، شاید اصلا همینطوری دستش خورده رو تلفن و اگر نمیدونید اون کی هست. اینی که به هیچ عنوان جواب اون تلفن حواستون باش برنگرد. هر چقد امسال تابستون داره شروع میشه، گرما شروع شد، امروز 74-75 درجه بود. آره من از آقای نوری تابستون میدونم. چی شروع شد؟ سفارش من برای تابستون هر سال برستون میرسونم. ماشینتون شما تو آفتاب میذارید، شیشه رو بالا میدید، ساعت 9 صبح پارک کردید، حالا ساعت 5 میخواید برید خونه، 4 میخواید برید منزل. واردی که ماشین میشید، اول کاری که میکنید تمام شیشه های ماشین رو میدید پایین. شیشه که پایین اومد، اون موقع ماشین روشن کنید، ایرکاندیشن رو بزنید. تمام مسمومیت که به علت تابش خورشید روی صندلی ها و داخل اتومبیل که اینا پلاستیکن و یک مواد سمی، گاز سمی نوید خانم، از خودشون بیرون میدن، اینا توی ماشین میمونه. شما اگر پنجره ها بالا باشه، ایرکاندیشن روشن کنید، تمام این گاز میره توی سینه شما. پس یادتون باشه اول شیشه ها رو بیارید پایین، ماشین روشن میکنید، ایرکاندیشن روشن میکنید، 5-6 دقیقه صبر میکنید، تمام این هوا بره بیرون، هوای تازه بیاد، بعد شیشه ها رو بدید بالا. ببین ما به جای ما هم کارای فایننس براتون میکنیم، هم کارای پزشکی رو میچرخیم. نه خب پزشکی نیستین، این چیزایی که آدم میدونه باید به هم بگه. بله درست نگاه کنید، این مسئله خیلی مهمه. باید آدم به هم بگه، برای اینکه یه چیزی من میدونم شما نمیدونید، شما میدونید من نمیدونم، دوستان نمیدونن، به هم بگیم. خب اینا خیلی کمک میکنه. بله بعد دانش هممون بالاتر. مثلا همین مسئله تلفن که من برسون رسوندم خیلی نمیدونن. بله. حالا میدونن دیگه. بله. حالا اگه فرض کنید که 1000 نفر امروز برنامه ما رو تماشا کردن، اینها تو خونه فامیلا و بچه‌ها بیان بهشون میگن، دوستانشون رو دوستان میان، یعنی این 1000 نفر ممکنه بردم ما پخش میشه تا هفته دیگه 50,000 نفر 100,000 نفری برنامه ببینن. خب کلاسشون ندیدین. بله. هموطنیم دیگه. بله. خانم نایت خانم باید همه بایستی گفت. من دختر خودم همچین اتفاق افتاده بود، اومد به من گفت، گفتم اتفاقا من مادر میدونم اینا رو، هنوز من میخواستم به شماها بگم. ولی خب ماشاءالله جوانهایی که خیلی بیشتر تو این برنامه هستن و واردن. پس امیدوارم که توجه کرده باشید به این مسائل. ناهید هوشنگ از روزی که در برنامه جامعه جمع به وجود اومد و این برنامه به ابتکار ناهید خانم فرمودن که برنامه تلویزیونی شروع بکنیم و خیلی واقعا ممنونم ازشون که تصمیم درستی گرفتن، ما رو به دنیای جدیدی آوردن که این دنیای جدید آشنایی با شماها بود و این آشنایی رو ما واقعا افتخار میکنیم برای اینکه سالهاست به ما کمک کردید.
سالها به ما بزنس دادید، سالها با ما دوست شدید و هنوز دوست هستید خوشبختانه، و ما هم کاری نکردیم شما رو برنجونیم. البته هیچ کس نمیتونه بگه من 100% نایت خانم مطمئنم و کارم خوبه و اینا. ما فکر میکنیم ما دوتا 100% کارم خوبه، ولی ممکنه 99.5% خوب باشه. بالاخره به آدم یه موقع اشتباهی میکنه، ولی ما سعی میکنیم ما دو نفر که هیچ موقع اشتباه نکنیم. دلیلش هم اینه که وقتی شما عزیزان به ما سرویس میدید، یا خونتون بخریم یا خونه براتون بفروشیم یا وام براتون بگیریم یا هاردمانی بگیریم یا گرین کارت بگیریم یا نمیدونم ویزای دانشجو، هر کاری که ما بتونیم بکنیم براتون انجام بدیم، ما فکر میکنیم که برای خودمون داریم کار میکنیم. یعنی ما این برای میز ننشستیم شما اون برای میز، ما همیشه خودمون رو اون برای میز حساب میکنیم و سعی میکنیم تا اونجایی که قدرت داریم، دانش داریم، بعد از 35-30 سال تجربه در این کار داریم، بتونیم این مسئله شما رو، این پرابلم شما رو حل کنیم. و خوشبختانه همیشه هم حل کردیم، برای که انقدر ما کیسای مختلف شما در جنین نایت خانم، هزارها کیسای مختلف که من میخوام کتاب بنویسم، کتاب 1000 صفحه‌ای اگر دونه دونه راجب دوستان و کیساشو بنویسم. بنابراین ما سعی میکنیم دیل شما رو ببندیم، راهشو پیدا میکنیم. پس این خیالتون راحت باشه. بعدش هم یه حالت کاسکو درست کردیم بدون ممبرشیپ پیمنت. این کاسکو چیه؟ شما پیش ما تلفن میکنی، نایت هوشنگ من میخوام خونم رو بفروشم یا خونم میخوام بخرم، از حالا ساعت استارت کلیک میکنه، شروع میکنه کار کردن که ما چه چیزی از شما میخوایم، چه کار باید بکنیم، با شما صحبت کنیم، همینطور میریم جلو تا خواسته شما رو انجام بدیم و با موفقیت یا خونه شما رو بفروشیم و بعد براتون خونه بخریم، یا خونه میخواید بخرید براتون بگیم، یا وام میخواید، وام های عجیب غریب میخواید، هیچ کس نداره ما داریم بهتون بدیم. نایت خانم هم همیشه سعی کردن که من همه عالم با من، شما زیاد نزدیک نباشید، اخلاق نایت خانم رو میدونید همتون، یک خانم آنست و حقیقتگو و نه واقعا میگم برای که اگه تعریف نکنم خانم شام نداریم، ما باید اینا رو بگیم، باید دقیقا شام به ما بدیم، پس واسه شکم دونه تعریف میکنیم. در صورت بسیار خوشقلب و زحمتکش، و واقعا وقتی هم به ایشون یک دیلی تو آفیس ما میاد، ایشون انقدر نگران است و میخواد این کار درست انجام بشه که هیچ کس جرأت این که سوسکاری بکنه نداره. این مسئله بسیار مهم، شما یک طرفدار و پشتیبانی خیلی محکم تو این بزنس دارید، اونم سرکار نایت خانم. بله، برای اینه که من همیشه گفتم شما عزیزانی که میخواید حتی منزلتون رو برای لیستینگ بذارید، که در اختیار ما بذارید که ما براشون بفروشیم، ما سعی میکنیم از اون کامیشن خودمون، باقی نور صحبت کردیم، برای اینکه شما عزیزان بیننده ما هستید و وقتتون رو میذارید، خیلی از نازنین ها میشینن حتی تکراری ها هم تماشا میکنن و به دوستانشون ما رو معرفی میکنن، برای بچه هاشون ما رو معرفی میکنن، اینی که یا بچه ها برای پدر مادرهاشون از اون وام هایی که ما داریم میخوان که بالای 62 سال هست. به عنوان قدردانی و تشکر از شما عزیزان، به جایی که ما بیایم یه سبد گل بخریم یا یه بسکت میوه بگیریم یا یه دونه گیفت کارت بگیریم برای شما از کاسکو یا از جای دیگه، ما سعی کردیم که برای هر تک تک عزیزان، به هر حال پول ارزشش بالاتره و شما هر جور که دلتون میخواد اونو میتونید خرج کنید، ما از کامیشن خودمون کم میکنیم و تقدیم شما نازنین ها میکنیم. برحال اگر عوامری برای خرید منزل دارید و برای اولین بار یا برای چندمین بار، هیچ فرق نمی کنه، از استیتهای دیگه تشریف میارید، استیت کالیفرنیا رو نمی دونید که واقعا کالیفرنیا به نظر من هیچ کس هبه نرفته، بهشت رو نرفته ببینه برگرده بیاد بر ما تعریف کنه. من که اینطوری فکر میکنم، من کسی نمیتونه تعریف کنه، اعتقاد که داریم ولی تعریف نکردن. تعریف نکردن، میدونیم بهش یعنی جایی است که خوبه. یعنی تعریفایی که کردن همینه که تو هاوایی و کالیفرنیا. بله واقعا، و همین الانش هم هر کدوم از تک تک ماها اگر بتونیم به هم نوع خودمون یا به غیر از هم نوع خودمون کمکی بکنیم، کاری رو که میتونیم به نفع احسن انجام بدیم، دست یکی رو بگیریم، یه ریزه کمتر بخوریم، دیگری رو خوشحال بکنیم، این خودش بهشته و در بهشت هم که زندگی میکنیم.
واقعا کالیفرنیا نمیشه بگی آدم. من داشتم بیروز با خانم پریروز سرکار خانم نازنینی که از نیویورک تشریف آوردن، خانم دکتری هستن، صحبت میکردم و گفتم واقعا آدم خب به هر طریقی، به هر دلیلی، به هر جوری همه از مملکتمون اومدیم بیرون به مملکت دوممون. حداقل در کالیفرنیا ماها احساس قربت اونجوری نمی کنیم. درسته باید انگلیسی رو یاد بگیریم، باید با امریکایی‌ها تماس داشته باشیم، صحبت بکنیم، بتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم، زبون اینها رو یاد بگیریم، اشکال نداره. ما تو امریکت خودمون هم دو تا سه تا زبون بلد بودیم و امریکایی داشتیم، زبان انگلیسی داشتیم، زبان آلمانی داشتیم، زبان فرانسه داشتیم که کلاس های مختلف بود و می رفتیم و یاد می گرفتیم به نوبه خودمون. پس بنابراین زبان خودمون هم که یاد داریم و هیچ وقت کالچر خودمون هم یادمون نمیره. ولی اگر بخوایم یه جای ایرانی بریم غذا بخوریم، بهترین جا در هر نقطه کالیفرنیا الان شما نگاه کنید، چه در اورنج کانتی، چه در ال ای، چه در سان فرانسیسکو، به هر حال در همه جا یک جایی هست که برای ایرانی جمع شدن، برای ایرانی هم گرد همایی، چه میدونم، همه دور هم جمع دور جمع شدن که فارسی منم خراب شده چون انگلیسی خیلی خوب بلدم. به هر حال احساس غربت نمی کنیم، این خیلی خوبه. میخوایم با یه دوست خوب، من میام واقعا دوستای خیلی خوب نازنین دارم که از خواهر برای من عزیزتر و نزدیکتر هستن. پس بنابراین آدم احساس غربت نمیکنه. نوید خانم، راجب خانم دکتر فرمید، خانم دکتر رویا خانم، نام فامیلیشون رو نمیگم، ایشون یکی از مهمترین پزشکای آمریکا هستن در نیویورک. اولا ایشون سیستم اسپم سلو شروع کردن، بسیار عالی، نتیجه بسیار خوبی گرفتن و خیلی ماشاءالله موفقن. این خانم 51 سال، 52 سال، بسیار زیبا، خانواده ما و دختر نازنین 18 ساله دارن و چندین ساله که ما با هم دوست هستیم. ناید خانم و من و خانم برای فقط تلفنی ما همو نایده بودیم تا اینکه به من فرمودن که دارن برای یک سمینار 3 ساعته میان. برای روز سه‌شنبه صبح ساعت 9 اومدن سمینار رفتن، من ساعت 2 با ایشون بودم تا ساعت 7 شب که تشریف بردن به نیویورک. البته ما 5-6 تا کاندوی اونا در کنار آب با هم دیدیم، ولی دانش ایشون و تعریفایی که برای من از تحصیلاتشون و دانششون میکردن واقعا آدم ناید خانم افتخار میکنه. بله، من افتخار تلفنی رو داشتم باشون صحبت کنم. ماشاءالله 3 تا کلینیک داره در منهتن، در لانگ آیلند. ولی ایشون دوست دارن با این همه موفقیت بیان به این کالیفرنیای میخوان که 6 ماه بیان اینجا بمونن، 6 ماه نیویورک باشن، بابا مامان و دختر نازنین هم بیارن اینجا. اتفاقا امروز من یه تکس ازشون داشتم که به منم میگن دکتر جون، خیلی خانمه دکتر جون. اسامی دانشگاه نه کالج های اورنج کانتی رو برای من بفرست. من مثلا 18 تا کالج براش فرستادم که دخترش دوست داره بیاد اینجا و واقعا اومد اینجا، قدم زدیم. خب بالاخره از این ساختمون به اون ساختمون پیاده قدم می‌زدیم و همه کنار آب بود. گفت واقعا اینجا آقای نوری بهشته، ما اونجا چه درد سری می‌کشیم. من خودم آقای نوری، نه میگه بیچاره پدر مادرم به خاطر من اومدن، آقا از سرما دیوانه شدن. گفتم میتونی خانم دکتر، شما توی یه کانفرنسون خود زندگی میکنی، یه دایره، شما پات از این دایره بذار بیرون، همه چی حل میشه. شما میخوای کارت ول نکنی، سالی 2 میلیون دلارت هم درآوری، اون کارم بکنی، کارت نمیشه، شما یه چیزا رو کات بکنی به یه چیزای دیگه. بله، اینجوری کنین از زندگیتون. من چون خودم مسافرت خیلی رفتم، جاهای خیلی زیادی رو دیدم، برای این 50 استیت که وقتی که صحبتش میشه، واقعا من خودم کالیفرنیا برام نامبر وانه و کالیفرنیا رو بیشتر از همه دوست دارم. من یه داستان براتون بگم، ناید خانم شاهده، ما یه کلبه کوچیکی در هوایی داشتیم. البته خب هوایی برای نه، میخوام یه چیز دیگه بگم. ما وقتی که کردن مدت کوتاه 7 روز 10 روز میرفتیم تو کاندو خودمون میموندیم، میخواستیم بیاییم تو فرودگاه که میومدیم میشستیم رو صندلی از پنجره نگاه میکردیم،
من واقعا اشک تو چشام پر شده بود. نایی میگفت چیه؟ میگفت آدم چطوری دلش بذاره از اینجا بره؟ یادته؟ یعنی هوایی رو شما میگید. آره. هوایی خیلی قشنگه، خیلی زیبا، ولی برای من نمیتونم هوایی زندگی کنم. برای زندگی من کالیفرنیا و اورنج کانتی رو خیلی دوست دارم. این از من. حالا اگه شما دوست داشتید برید اونجا بفرمایید. پرابلم اینه من کنم. تنهایی نمیتونم برم نایت خانم. شما باید تشریف بیارید. شما عزیزانی که ما در 4 استیت که آفیس داریم در اورنج کانتی که خب برگه خودمون زندگی هم میکنیم و دوستم دارم اورنج کانتی رو، جای خیلی زیبا در عمر الیه هست، در سانتا مونیکا، در جاهای دیگه. همه جا خوبه. بله همه جاش زیبا و قشنگه، ولی خب خداوند رو شکر میکنیم به هر جا که هستیم. باید خدا رو شکر کنیم، سلامت باشیم و یه روحی بالای سرمون باشه و یه نون پنیر رو بتونیم بخوریم. اینا همش دیگه شوخی است. و اون روزی هم نایت خانم که صبح از خواب بلند میشیم تا اگه درد نداریم، درد نداریم بدون اینکه خدای نکرده اصلا بیهوشی. نه. ولی اگه نه، اون لغت من دوست ندارم بگیم، ولی اگر جاهاتون درد میکنه مثل من هیچ اشکال نداره، به این خدا رو شکر زنده هستم، دستم درد میکنه، اشکال نداره، راه میرم یه خود ماساژ میدم، یه خود تکون میدم. من بعض وقتا دستم تاندوماش از بس که کار کردیم و چیز سنگین بلند کرده بودم صدمه دید و گفتن دکتر باید عمل کنید. حالا نکردم. حالا بعض وقتا که میبینم یه دفعه درد میگیره، چون زیاد که وقتی که میخوام من سبزی میخوام به قول دختر میگه مامانم چاپ چاپ میکنه، خب اینجوری دستم درد میگیره. من یه خورده اینجوری که میکنم اینا فکر میکنم مام با چی کار داری میکنی؟ فکر میکنم something wrong به من هست، با من هست. میگم دستم دارم و اکسرسایز میدم، هیچ اشکال نداره. مگه با دهنمون صحبت میکنیم؟ اکسرسایز دیگه، بادیمونه میریم جیم، را میریم اکسرسایز. خب دستای من داره اکسرسایز میکنه. به هر جهت ما برای شما عزیزانی که دوست دارید مزه رو خریداری بکنید، ما یه لیستی رو نوشتیم در هر نقطه آمریکا تشریف دارید ما میتونیم کار شما رو انجام بدیم. اگر نتونیم با تلفن که بزنید به 949-547-7409 بهتون میگیم ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون ما در این 4 استیت که در آریزونا هست و در هاوایی و در لاس وگاس و در اورنج کانتی که خودمون کاراتون رو انجام میدیم و در استیتای دیگه هم با بروکرهای دیگه همکاری داریم، همونطور اونها هم باز با ما در این 4 استیت همکاری دارن. پس بنابراین ما شما رو تنها نمیذاریم. از شما یه سوالاتی رو میکنیم که شما میخواید در کدام منطقه منزلی رو خریداری بکنید و شما میفرمایید من در فلان قسمت یا در این استیت میخوام خونه ای رو بخرم و مقدار منزل رو شما میگید مثلا اینقدر من میخوام این منزل رو بگیرم، این مقدارم کش دارم، بقیه رو وام میخوام بگیرم. خب ما که نمیتونیم، چون شما وربلی دارین باز حرف میگید من اینقدر وام میگیرم، ما بدونیم که شما واقعا میتونید کوالیفاید بشید، میتونید اون وامو بگیرید و پرداخت کنید هر ماه قسطشو. ما میایم با شما سوالاتی رو میکنیم، درآمد شما رو، مخارج شما رو، تمام اینها رو بررسی میکنیم و میبینیم که شما با اون مقدار پولی که دارید چقدر وام میتونید بگیرید و چه نوع وام برای شما بهتره، یا کردیت شما چه نوع کردیتی هست که میتونه اون وام برای شما خوب باشه. پس بنابراین بعد میفهمیم که خب میریم دنبال اون مقدار منزلی رو که شما اون مقدار وام میتونید بگیرید و اون مقدار هم میتونید دان پیمنت کش بذارید. برای شما اون تعداد منزلاری که شما میخواید خب میپرسیم. خیلی دوست دارن مثل سرکار خانم دکتر میخوان که اوشن ویو باشه، خیلی دوست دارن سیتی ویو باشه، مانتن ویو باشه، خیلی دوست دارن که اشکال نداره فقط دید نداشته باشه، حالا اگر روف هم هست به هر حال به نسبت و به قیمتی که میخوان و پولی که دارن براشون اون سوالات ما میکنیم و میریم براتون منزل رو پیدا میکنیم. وقتی پیدا کردیم براتون ایمیل میکنیم، شما با اون واکترو میکنید، میبینید منزل رو و از هر کدوم که خوشتون اومد یک نمره ای رو میدید و میگید من از اینجا خوشم اومد. بعد با هم قرار میذاریم و میریم، چه در دسترس ما باشه، در لیستینگ ما باشه، چه در لیستینگ همکاران دیگه ما، هیچ فرق نمی کنه. باید 24 ساعت ما اپوینتمنت بگیریم و میریم و اونجا رو میبینید. اگر خوشتون اومد خب زهی سعادت، خیلی راحت، خوب میتونیم
با هم قرار میذاریم و میریم کارای وام شما را که با یک نفر واقعا شما سرکار داشته باشه تمام کارای شما رو ما انجام میدیم، وام شما را هم درست میکنیم و میریم و به سلامتی شما منزل جدید خودتون تشریف میبرید. ولی اگر دوست نداشتید هیچ اشکالی نداره، نگید که نه ما مزاحم میشیم، شما ما رو هایر میکنید، ما وظیفه‌مونه تا اونجا که میتونیم سعی کنیم منزلی رو که شما دوست داشته باشید و خیلی نزدیک به آرزوهای شما به خواسته های شما باشه براتون پیدا کنیم. پس بنابراین میریم و یه خورده دورتری خود نزدیکتر به اون آرزویی که شما دارید، اون منزلی که دوست دارید براتون پیدا میکنیم و براتون میفرستیم. فقط خواهش میکنم به ما بعد از یعنی سریعا جواب بدید، نه که دیگه اصلا جواب ندید چون ما نمیدونیم آیا به دست شما رسیده آیا نرسیده، آیا خوشتون اومده آیا نمیخوای، چون امکان داره، چون الان واقعا الانه که زیادم منزل در دسترس نیست و امکان داره یه چیزی رو که برای شما خوبم باشه یه نفر دیگه بره و اونو خریداری بکنه. پس برابری زیادم پیکی نباشید، چون پیکی بودن زیادی یعنی نقطه روی هر چی میگن مته بذارن، مته خشخاش، آها یعنی مثلا آخ اینجا ایراد داره اونجا ایراد داره، اینجوری نباشید. به هر حال به نظر من استپ با استپ من با جوانها صحبت میکنم، میگن ما داریم میریم یک اتاق دو تا اتاق خواب یک آپارتمان معمولی رو گرفتن با 2400 دلار دارن مثلا اجاره میدن و این طرف میتونه برای اولین بار اگر بخواد خونه ای رو بگیری کوچولوتر باشون صحبت میکنم، میگم اگر شما بیایید 15 تا 20 تا برای خودتون درست کنید به نسبتی که میخواید خونه بخرید با من میشنن صحبت میکنم. من مثل بچه های خودم مثل نوه های خودم میشنم باشون صحبت میکنم و میگم شما این پول رو جمع کنید، یا مثلا خواهر دارین دوتا خواهر برادر با هم دیگه، دوتا دوست با هم دیگه، و بعد اینو دام پیمنت میذارید و فرض کنید یه مهمونی بزرگ میخواید، نمیدونم یه پارتی میخواید برید یا یه شام رستوران بزرگ میخواید برید، در ما یه مقدار کوچولو رو اگر کم بکنید یا یه ذره کاری بیشتر بکنید که اون مقدار درات بیرون اضافه تر که بهتون مثلا لطمه نخوره، زحمتی هم براتون نباشه، بعد میتونید قسط اونجا رو بدید براشون، حساب و کتاب همه رو میکنم، واقعا از 2400 دلار هم کمتر میشه حتی. یه مسئله دیگه هم هست، اجازه میفرمایید؟ خب بیمه باید بدن، بله اسوسییشن بدن، برای همین دارم میگم اگر یه شامو مثلا 100 دلار نرن بخورن میتونن اون پول بیمه ماهشون درات بیرون. و هر چقدر نتونن، مسئله دیگه هم که شما اشاره فرمودید، شما وقتی که خونه میخرید سالهای اول تا 10-15 سال اول هر چی میدید بهره پوله، خیلی کم از پرینسیپل میدید، تا میرسه به حد 15 سال بعد دیگه یواش یواش پرنسپل بیشتر میدید بهره کمتر. بنابراین شما یعنی در حقیقت این بهره‌ای که میدید آخر سال از اینکامتون چیکار میکنید خانم؟ کم میکنید، یعنی شما تو خونه مجانی نشستید. خیلی جالبه، الان دارید 2400 رو میدید به هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، ولی وقتی خونه بخرید از تکس هم تکسش رو استفاده میکنید و هم این که مورگیجی که داری کم میکنی، برای این هم منزل خیلی کمک پرسنتج به پرسنتج هر سال بالا میره، تازه 10%، 8% هم در سال، 5% هم در سال بالا بره، اکوتی خونتون هم بالا رفته. بر صورت هم که نایت خانه فرمیدن بسیار بسیار بعد مال خودتونه، دوست دارید میخواید رنگشو یه رنگی دوست دارید بزنید، میخواید اونجا یه دور گلدون بذارید، میخواید نمیدونم سگتونه بیارید، میخواید گربتونه بیارید، میخواید هر نوع پتی که دارید بیارید، ولی وقتی اجاره میکنید خب خیلی من میدونم قراردادهایی داره که پت نمیتونید ببرید، یا اگر میبرید باید اینقدر دپازیت بدید، کارپت باید اونجور باشه، نمیدونم پینتش باید اونجور باشه. خب این اصلا اجاره نشینی خوب نیست. و یه چیزی اینا خانم براتون برسم، ما ایرانی ها هممون دوست نداریم اجاره نشین باشه، همه دوست دارن که یک روفی روی خانواده. خب در اثر این برنامه‌ای که به هم خورد اکونومی و خیلی ها خونه ها رو از دست دادن، خیلی ها جاباشون رو از دست دادن، اینا مجبور شدن که برن و الان اگه نگاه کنید حالا دیگه داره بهتر میشه نایت خانم، زیاد زیاد درست کردن ولی یک اتاق خواب مثل قولک میدن با 1500 1800 به بالا، واقعا خب مشکله. سعی کنید که یه مقدار پولاتون رو جمع کنید، شما عزیزان جوان ها
و برای خودتون یه جای کوچولویی هم که شده برای خودتون بگیرید، استپ با استپ برید بالا. پرسون برسونم که بعضی از دوستان همیشه من میگن که آقای نوری ما خونه تازه ساز میخواییم. خب حقتونه، چشم، ما خونه 20 ساله 15 ساله نمیخواییم، میخواییم یه خونه بریم که هنوز مثلا در زگی تموم میشه. منم خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، ما هم خیلی خونه تازه اکسپریانس داشتیم، واقعا جالب، آدم 7 تا 10 سال 15 سال اصلا اشکالی نداره. ما در حال حاضر در ایرواین، ایرواین جای بسیار بسیار زیبایی است، در خیابان سند کانیون به طرف بعد ایرانی پسند، به طرف سنتری، به طرف شمال میشه، بله به طرف شمال 5 تا یا 6 تا بیلدر هستن که اینها خونه های جدید می سازن. یک طبقه بسیار زیبا، دو طبقه، انواع مختلف، قیمت ها بسیار عالیه. اگر ما بروکره ما اونجا رجستر کردیم و ما میتونیم خریدار ببریم و نشون بدیم و سریع هم براتون انجام میدیم، لونش هم براتون میکنیم بدون هیچ اشکال و با تخفیفی که به شما گفتیم، بازم هم به شما هم تخفیف. این یک. دومی که در یک قسمت اورنج کانتی در جنوب میشن ویهو و درست هم مرز سنوان کپسترانو و تا دریام در حدود 10 دقیقه رو فاصله داره، بسیار جای زیبا رو تپه ها، هوای تمیز نایت خانم، شب آسمون ستاره ها رو واقعا میبینید، برای که خیلی جالبه. شهر شده، رجستر کردم به عنوان کورپوریت کردم، بسیار جالبه. 5-4 سال و نیم شروع کردن به ساختن، الان خونه های یک طبقه از 700 هزار دلار به بالا، ماکزیموم 1,200,000 1,300,000، دو طبقه، دو کار گاراژ، بسیار زیبا. یه قسمت هم دارم برای 55 سال به بالا که اگر شما 50 سال به بالا حوصله ندارید، جوان ها و بچه و بیان و مشروب و شبا رقص و آواز و اینا مزاحمتون بشن، اونجا هم داره، زمین تنیس داره، باشگاه داره، بسیار بسیار زیباست، قیمت هم عالیه. این دوتا ما بروکرهای ما رجستر دادن. در یک منطقه هست که تا اورنج کانتی 1.5 ساعت فاصله داره، در فریوی 15 شمال تمکولا، شرابخونه های بزرگ داره و شرابسازی داره اونا. نزدیک اونجا یک قسمتی هست که خونه های جدید درست کردن، 3 اتاق خواب یک طبقه با حیاط بسیار زیبا، 340,000. پس اونم تازه ساز. نگاه کنید ما هر چی که باشه براتون پیدا میکنیم. در کارلسباد دیروز من لیستینگ کردم، کارلسباد در ایالت کالیفرنیا و کانتی سان دیگو، 5 اتاق خواب، یک دونم گست هاوس داره که این گست هاوس یه اتاق خواب داره، آشپزخونه داره، اجاره اونجا 2000 دلار اگه جه حمام همه چی داره و 4.5 حمام، حیات عالی، بسیار بسیار زیبا و گذاشتم برای فروش که ما براشون بفروشیم. اگر کسی کارلسباد دوست داره با من تماس بگیره که من سریعا براتون انجام بدم. این برای در لاگون نیگل، منزلای در لاگون نیگل و در گیتد کامیونیتی، یک خونه بسیار زیبا، اوشن ویو و 3 تا کار گاراژ، 5 تا حموم، 4.5 5 تا اتاق خواب، 4.5 حمام، 4 تا فایر پلیس، کتابخونه دو طبقه، اوشن ویو، سیتی ویو، مانتن ویو، سالن پذیرایی در حدود 400 هزار دلار هم خرج شده برای بکیارد که مثل کنکونه و برای فرانتیارد که همه رو درست کرده، بسیار زیباست. الان 2 هفته است برای فروشه. اونهایی که در جای عالی میخوان، یکی از بهترین و با پرستیژترین جاهای اورنج کانتی است، در لگونا نیگر برای یک کوه که خیلی زیباست. بر صورت این چیزایی که ما داریم، البته کاندوی کوچولو داریم در میشن ویهو داریم، در آلیشو ویهو داریم، در لس آنجلس خونه بسیار زیبایی برای فروش داریم. شما فقط تلفن کنید به نایت خانم یا من بفرمایید چی میخواید که ما در حضورتون باشیم. بله، به 949-547-7440 زنگ بزنید و هر نوع عوامری که دارید با ما صحبت کنید. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم برای شما اون آرزویی رو که دارید برآورده کنیم. پس بنابراین برای خرید منزل ما گفتیم، برای فروش منزل هم اگر شما نازنین هایی که منزلی بزینسی، ما انواع و اقسام بزینس ها را براتون میفروشیم، منزل یعنی هر نوع
ریل استیتی که شما داشته باشید ما میتونیم هم براتون بفروشیم هم میتونیم براتون بخریم. پس بنابراین اگر شما نازنین هایی که منزلی رو برای میخواید بفروشید منزلتون رو و نمیدونید واقعا مارکت الان چیه و چجوری نیست، با ما تماس میگیرید، با ما لیستینگ میکنید، ما تمام اون مدتی رو که مثلا منزل نزدیک شما در اون مدت کوتاه یه ماهی پیش به فروش رفته در اون منطقه برای شما ما پیدا میکنیم. به هر حال ما در میاریم که واقعا منزل شما اسکوریفیتی چقدر ارزش داره، ولی خب بستگی داره، یه موقع است که شما تو منزلتون هم این مقدار خرج کردید و یکی که بیاد خب راحت‌تر خیلی خوب بهتر میتونه بیاد اونو بخره، ولی خب خیلی ها فکر میکنن اگر اوشن ویو داره ما میتونیم اینقدر ببریم بالاتر یا اگر این همه ما خرج کردیم میتونیم اینا رو بکشیم روی قیمت منزل. اونطوری نیست، ارزیابی میکنن و با اون قیمت اسکوئر فیت میرن جلو، ولی خب اینو بدونید وقتی منزل یه مقدار آپگرید شده است توش خرج شده خب بهتر به فروش میره و زودتر به فروش میره و یه کم شاید فرق بکنه، البته با جایی که اصلا هیچ نوع آپگریدی نشده باشه. برسون برسون امنت خانم، ما یک دوست بسیار نازنینی داریم که ایشون در حدود 30 ساله که پیتزا داره، ران تیبل پیتزا، و در حال حاضر یک دونه داره که میخواد بفروشه، من اسم نمیتونم بیارم، محلم نمیتونم بهتون بگم، ولی بسیار بسیار پیتزا فروشی عالی است. فروش در سال در حدود 1,200,000 تا، قیمت خیلی خوبی هم هست و خسته شده و میخواد بفروشه. بسیار جای عالیه، سالن بار داره، نمیدونم همه چی داره، لایسنس داره، عالی، اصلا مثل رستوران درجه یک. اگر اشخاصی دوست دارید بزنس خودتون رو شروع بکنید، من وامم براتون از SBA میگیرم و میتونید اداره بکنید، بسیار جای خوبیست، به من زنگ بزنید. ما توی MLS و اینا نذاشتیم، این پاکت لیستینگه و اینکه دوست ندارن کسی بخواد بفهمه کیه صاحبش، کجاست، آدرس چیه، فقط باید با من تلفن کنید. ما یه فرم داریم، شما اون امضا میکنید، اون فرم نشون میده که شما این اطلاعات رو به کسی نمیدید، نمیدونم کاری نمیکنید. بعد از اون ما صحبت میکنیم با شما، هر مدارکی بخواید به شما میدیم، شما رو میبریم اونجا رو بهتون نشون میدیم. اینم برسون رسون. بله بله، جناب آقای دکتری هستن، اگر شما عزیزانی که احتیاج دارن به یه خانومی که بتونن هم رانندگی بکنن، هم بتونن با ایشون برن خرید بکنن، بتونن مسافرت برن، بتونن کروز برن و منزلی دارن و میتونین شما اگر که جایی ندارید برها بایستی تشریف بیارید در اون منزل، یه سویتو به شما میدن، شما میتونید زندگی کنید اصلا و اجارم ندید. عزیزانی اگر هست قضا و خرج و همه چی هم مجانی. بله و شما آقا نمیخواید خانم به سن من نه از به خاطر اینکه به هر حال آقای نوری ما چه در ایران چه در اینجا فرق میکنه، آقایون یا خانم‌ها که تنها هستن یه همدم میخوان، یه نفر میخوان باهاش برن خرید بکنن، برای اینه که مسافرت میخوان برن، خب میخوان یه نفر باهاشون باشه، هم از نظر مثل همدم میشن، هم رومیت میشن، هم میتونن صحبت بکنن از تنهایی در آن بیرون. برای هر دو تا خوبه، برای هر دو خوب میشه. خب اگر خانمای نازنینی باشن که بتونن رانندگی کنن، محدودیت سنی داره لایت خانم؟ یعنی خب باید خانمی که میخواد این کارا رو بکنه مثلا 77-78 سالشون باشه، 75-77-78 باشه، خب اون خانم باید حداقل یه مقدار جوانتر باشه که بتونه. خب خیلی هستن، حالا اشکال نداره، ایرانی، آمریکایی، اسپانیش، هر چی که هستن، 55-60 سالشونه، تنها هستن، جا ندارن، الان اومدن از ایران اومدن، کار ندارن و خب رانندگی بلدن، چه بهتر
بایستی $1,000 درقل بدن. من خودم میشناسم، خانمی بودن اینجا تنها بودن، به خاطر که تنها بودن میگفتم من میخوام اتاقم اجاره بدم، ولی به خانم نمیدادن، همیشه به پسرها میدادن، میگفتن پسرها میذارن میرن از تو، ولی خانم که باشه این خانم میمونه یا دختر کسیف پیش خونه نمیدونم. خب من این چیزی خیلی دیدم، براشون هم پیدا کردم، کمکشون کردم. من که کار ریال استیت که اونجوری بعد نمی کنم، ولی چون میشناختم بزنس با من میکردن، منم هر نوع باشه از همین پشت تلویزیون بتونم کسی رو اگر با دوست و آشنا صحبت میکنم سعی میکنم بتونم اگر میشه یک کمکی رو به دوستش آدم به عزیزاش بکنین کارو. این دیگه شما عزیزان اگر یه خانمی هستید که میتونید هم رانندگی بکنید، هم غذا درست بکنید، آشپزی، برای ما خانم ایرانی همه هم یه چیزی بلدیم، برای خودتون خب اون آقا میخوره از اون، با هم به هستید همه مخارجا داده میشه، روفتون داده میشه، یه سویت طبقه دوم مال شما میشه، برای خودتون تنها زندگی میکنید، این آقا هم هستن پایین. و بعد اگر میخواید هفته یک شبم دو شبم اگر میخواید برید بیرونی، دوستی دارید، رفیقی دارید، آشنایی دارید، میتونید برید و بعد بتونید مثلا با اینا میخواد بره مسافرت برید باهاش مسافرت بگردید. خب چرا که نه، خب همه مخارج هم مجانیه دیگه و خیلی ها من میدونم هستن. برای با شماره 949-547-74 زنگ بزنید. 74 چی؟ 09 آخرش نگفت، ببخشید 949-547-74-09 زنگ بزنید بفرمایید که من برای اون جاب میخوام و اسمتون رو تلفنتون رو بدید بذارید اونجا به این شماره، من میدم به خانمی که با آقایی که این برنامه رو میخوان احتیاج دارن با شما تماس میگیرن و دیگه بقیه دیتیل رو باهاتون صحبت میکنن. ما مسئولیت هیچی رو قبول نمیکنیم، ما فقط میخوام کمک کنم. بله خب خیلی خوب یا بد بشه به ما مربوطه. خیلی خانم ها به من زنگ زدن، میدونم ولی بودن من شما تلفنشون رو لاس کردم، زنگ زدن گفتن نایت خانم من اینجا تنها هستم، برام خیلی سخته، یه چیزی از ایران برام گاهی میاد، میشه من برم یه جایی یه کسی احتیاج داره من برم شمارش نداری زندگی کنم براش مثلا غذا. خب این به من میگن، منم از این ور چرا که نه، اینو دادم یه کمک میکنه به هر حال. خب ما برای خرید و فروش شما اگر مزرعه میخواید که بفروشید بازم با 949-547-74-09 زنگ میزنید یا pacificmode@gmail.com ایمیل میکنید و آقای نوری تمام کار شما رو انجام میدن. خیلی ممنون. حالا بفهمید چجوری انجام میدن. هر شبت که چیزه چجوری انجام میدن. اولا قیمت خونه شما رو میگم چقدر میارزه. بعد اوپن هاوس میذاریم یک شنبه های 1-4. اگرم وسط هفته کسی بخواد 24 ساعت قبل شما میگیم. اوپن هاوس ما خودمون بیمه اوپن هاوس داریم، اینشورنس داریم. و تابلو و قفل و این چیزام نمیزنیم. و خونتون رو براتون میفروشیم. و براتون برسونم که در MLS میذاریم. MLS یک سیستم کامپیوتری است که همه بهش تمام بروکرها بهش دسترسی دارن. تو زیلو میذاریم، تو realtor.com میذاریم، تمام وبسایتی که اویلیبل هست در دسترس مردم براتون میذاریم. ضمن اینکه تو تلویزیون هم براتون مرتب ما تبلیغ میکنیم وقتی که بیاد. دوستان خوب گوش میکنن به حرف ما. براتون برسونم، نایت خانم اول برنامه هم براتون رسوندن. ما برای که به شما کمک بکنیم وقتی خونتون رو لیستینگ کردیم به فروختیم خیلی مقدار کمتری شما رو چارج بکنیم و این بستگی داره به قیمت خونتون. این تنها کادویه که ما به شما میتونیم، به قول نایت خانم که نمیخوایم که به شما نمیدونم گل بیاریم یا فلان بیاریم، حداقل پول خب مهمتره که کمک بشه به بودجه شما و شما بتونید پول بیشتری رو از فروش خونه درارید. خونهای فروشی هم براتون رسوندم در کجاها داریم و الان مسئله وام هست. ما الان بیشتر از 7 و بله انواع و 12 دقیقه وقت داریم. سام وام هایی که در بازار آمریکا در رأس هر بروکری هست ما هم میتونیم در آفیس انجام بدیم. خیلی وام ها هست که شما بایستی کردیت خوب داشته باشید یا دام پیمنت مقدار زیادتری باید بذارید یا کمتر بذارید که آقای نوری مقدار خیلی کوتاه تو دیتیل خواهند رفت. ولی تک تک شما نازنین ها اگر هر نوع عواملی برای وام دارید، هر نوع وامی رو میخواید چه برای بزنس چه برای منزل، ما از اسمال تا بزرگ برای شما داریم و یه نوع وام هست که میتونید از همون وام هم منزلی رو خریداری کنید
هم اگر منظری دارید و الان هیچ اینکام، هیچ پیپر ورکی ندارید، بانک استیتمنت ندارید، کار ندارید، جاب ندارید، میتونید از توی اون منزلتون کشف کنید. و اگر کریدیت کارت هایی دارید، ماشین دارید، اینترست ریت های بالا دارید میدید، میتونید از اون بودجه که در از اون پولی که در میارید از منزلتون میتونید این مخارج رو بدید و خودتون رو راحت کنید. و اون بایستی بالای 62 سالتون باشه. من داشتم میبردم همه رو سنا رو پایین تر. 62 سال به بالا اگه داشته باشید میتونید از این لونی که بهش میگن ریورس مورگج، و واقعا هم ریورس یعنی همون برعکس کردن دیگه، که الان شما عزیزان همه تون ماشالله وارد شدید، همه میدونید، و اگر تک تک شما هم نمیدونید با تلفن میکنید یا وقتی که ماها رو میبینید با هم صحبت میکنید. برای ریورس مورگیج جنایت خانم، اول کاری که شما عزیزان باید بکنید، باید تلفن کنید به من و من با شما صحبت کنم که ببینم اصلا شما میتونید ریورس مورگیج بگیرید یا نمیتونید بگیرید. فرق ما با بقیه این است که اولا ما اول کسی هستیم که ریورس مورگیج رو 15 سال پیش شروع کردیم در آمریکا، که بیشتر در هاوایی بود و بعد در کالیفرنیا، بعدم که آوردیم در جامعه ایرانی. تلفن کنید به ما، من با شما 5 دقیقه صحبت میکنم، میگم بابا عزیز من اصلا شما کوالیفای هستی، میتونی بکنی یا نمیکنی. نه وقت خودت تلف میکنی، نه وقت منو، و هر جای دیگه هم برید ممکنه یک ماه دو ماه شما رو بدونن بعد آخر بگن نمیشه. ما از اول به تو میگم، پس اول ما شما رو کوالیفای میکنیم. خب حالا که کوالیفای شدید، من برنامه رو برای شما برستون برسون. شرط اول این است که 62 سال به بالا داشته باشید. اگر ازدواج کردید و خانومتون زیر 62 ساله شد، نگران نباشید، خانومتون هم ناراحت نشه. سند خونه باید به اسم شما که 62 سال هستید باشه. خانوم با شما توی مورگیج میاد. اگر هم شما خدای نکرده زودتر فوت کردید، خانوم شما تا آخر عمرش تو خونه میتونه بشه. ببینید چقدر این جدید اومده، این قانون جدیدیست که انجام شده، خیلی جالبه. ولی در مصاحبه باید هر دوتاتون تشریف داشته باشید. خب پس این از نظر اول 62 سال به بالا، سند خونه به اسم شما. توی خونه خانم آقایون باید زندگی کنید، یعنی اجاره ندید خونه رو بعد الکی بگید من زندگی میکنم، میان میفهمن وامشو نمیخوان. ولی اگر اتاق اضافه دارید هیچ اشکالی نداره اجاره بدید، کسی با شما کاری نداره. خب 62 سال دارید، سند دارید، تو خونم زندگی میکنید. در استیت کالیفرنیا، هر استیت فرق، در استیت کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا تا 630,500 دلار ماکسیمم لیمیت ارزش یه خونه است. شما اگه خونتون هم 100 میلیون دلار ارزش داشته باشه مهم نیست، اینا تا 630,500 دلار حساب میکنن. روی سن شما میگن روی این 630,500 دلار چقدر به شما پول تعلق میگیره. هر چی که تعلق بگیره، اگر بدهکارید کمتر از اون مقدار بدهکاری بانکتون رو میدن، بقیه رو بهتون کش میدن. اگه بدهکار نیستید همش کشه، 60% حالا میدن، 40% سال دیگه میدن. این خیلی مسئله مهمه. حالا بعضیا میگن آقا ما کش نمیخوایم، سال اولو بهتون کش میدن، سال دوم لاین اف کریدیت میدن، چک بهتون میدن، هر بخواستید امضا میکنید، همون موقع بهره پول میدن. یا میفرمایید که نصفشو من نقد بدید، نصفشو کش بدید، راین اف کردیت باشه. بعضیا میگن که آقا به ما به مثل حقوق بدید، از این 300-400 هزار دلاری که به ما میتونید بدید ما الان نمیخوایم، ما 2000 دلار بدید. ولی شما بابت 400 هزار دلار بهره نمیدید، ولی هر ماهی که 2000 دلار میدید بهره میدید. خیلی مهمه. اینم نحوه پولی. اولا پول کشی که میگیرید تکس فریه، مالیات نمیدید. و هر کس هم که SSI میگیره و ریتایرمنت میگیره خیالتون راحت باشه، باید بگیرید، نشون بدید که میتونید تکس و اینا رو بدید. یه مسئله خیلی مهمی داره که شما کوالیفاید باشید، این است که یک، اولا ما باید درآمدی نشون بدیم به این بانک ها که شما قدرت و توانایی پرداخت تکس منزل، هوم اسوسییشن، بیمه خونه به اضافه 450 دلار اضافه برای خرج خونه داشته باشید. خب این پول چطوری نشون میدید؟ اگه دو تایتون بالای 62 سال هستید، 65 سال هستید، 70 سال هستید که سوشال سکیوریتی میگید 1000 دلار، 1000 دلار میشه 2000 دلار،
یه بزنس هم داشتید، تکسیتن داره، اون مثلا 12000 دلار در سال نشون دادید، $1000 جمع میشه، بعد شما کوالیفای میشید که میتونید این کارو انجام بدید. خیلی مثلا بسیار برای شما اگه سوشال سکیورتی اصلا نمیگیری، از ایران واسه پول میاد نمیتونی نشون بدی، تکسیتن نداری، ما ریورس مورگیج نمیتونیم بهت بکنیم. هر کس که میگه سر شما نمیدونه. کردیت شما رو چک میکنن، نه از نظری که فایکوتون بالا باشه، نه میخوان نگاه کنن که تکس لین دارید، یعنی تو تکس دیر دادید، هوم اسوسیه شما رو سو نکرده، مثلا یه مورگیجی که قبلا داشتید 12 ماه ندادید، یعنی بک‌گراند درستی چک خوبی داشتید. اون خیلی مهمه، خیلی سال ولی تکس ریترن رو نمیدونم، اینا هیچی نمیخوان. شما خونه رو و وامو میتونید بعد از 6 ماه بخواید میتونید بفروشید، بخواید میتونید پول پس بدید. 6 ماه باید نگه دارید، این مسئله یادتون باشه، 6 months باید نگه دارید این وامو، بعد اگه خواستید میتونید بفروشید، اگه خواستید پولم میتونید ریفایننس کنید پس بدید. خب اما داستان چی میشه؟ چه برای شما چه صرفی داره؟ به نفع شما چی؟ این قانون رو پرزیدنت ریگان درست کرد که شما عزیزان قسط ماهانه ندید. آخر سال با آخر سال برای شما یه استیتمنت میاد، هر چی قرض کردید 4.5% 5% بهره بستگی داره، فیکس و اجسته به جمع میشه روش. شما میتونی یه چک بکشی بهره رو بدی، میتونی یه چک بشی یه مقدار از اصل پول بدی، کسی با شما کاری نمیخواد، نمیخوام اصلا ندی. خب بعد چی میشه؟ شما باید، من بارها همیشه گفتم، همه باید فامیلی تراست داشته باشن، به خصوص شما که ریورس مورگیج میگی، فامیلی تراست باز میکنید، خانومتون بچهتون همه رو میذارید اونجا، شما منیجر هستید، بعد از شما خانم منیجر میشه. بعد از اینکه شما هر دو فوت کردید و رفتید، بچه های شما به بانک میگن پدر مادر ما فوت کردن، بانک هم ماکزیموم 1 سال وقت میدن به اینها خونه رو بفروشن پول بدن یا نه، یا ریفایننس کنن. این داستان این قضیه است. اگه چیزی نقطه کور دارک متوجه نشدید، تلفن کنیم، ما که شما چارج نمی کنیم که، یا تو آفیس من بیاید، ما که چارج نمی کنیم، قدمتون رو چشم، هر موقع که میخواید تلفن کنید، وقت بگیرید تا چی بیاد. خب این مسئله خیلی مهمه بریم. حالا اونه که میخوان خونه بخرن، همین مقررات، هیچ فرق نمی کنم، ولی پولی که میارید باید نشون بدی از کجا اومده. میتونه گیفت باشه از فامیلا، هیچ اشکال نداره، میتونه از ایران بیاد، ولی چطوری بیاد؟ بانک به بانک باید وایر بکنه، زیرش نوشته شده این پول وایر شده از ایران بانک فلان یا از دبی بانک فلان به بانک شما در آمریکا برای خرید منزل، هیچ اشکال نداره. یا خونتون رو فروختید، مدارک فروش خونه رو دارید، انجام. بقیه‌ش هم مثل همونه، من دیگه چیزی اضافه. یا بچه‌های شما 4 تا 5 تا بچه دارید، هر کدوم می‌خوان 20 تا بذارن. برای شو هیچ فرقی نداره، گیفت دیگه. بله، اون استیتمنت بانکیشون فقط نشون میدن که پول به حساب اونها بوده. هر سال این یکی از بهترین پروگرام‌های ما داره. و اما برنامه‌های دیگه داریم. عزیزی می‌خواد 5 روزه 20 میلیون دلار بگیره. ما سر 5 روز به شما میدیم، نه تکسیتر می‌خواد، نه کریدیت چک می‌خواد، هیچ چی نمی‌خواد. فقط باید این خونه اجاره‌ای باشه، اینوستمنت باشه یا کامرشال باشه، همین، هیچ چی دیگه. وامش هم 1 ساله و 2 ساله است، بهره خالیه، پری پیمنت هم نداره. از این بهتر، از $100,000 تا $50 میلیون ما برای شما داریم. اگرم کردیتون خرابه، فرست دارید، به پول احتیاج دارید، حتی بانکراپسی دارید، تو بانکراپسی هستید، سکند میخواید، بهرش البته بالاست، ما براتون در ظرف 2 هفته سکندتون رو تا 70% خونه رو ما به شما میدیم. یک پروگرامه دیگه داریم برای خرید کامرشال که SBA لونه، الان ما خیلی زیاد داریم توش، هم خیلی وارد هستیم، برای خرید گستشن، کارواش، ساختمان های تجارتی ما براتون داریم. وام کشاورزی داریم، وام FHA داریم، 3.5% میذارید تا 630,500 به شما میدیم، کردیتون باید بالای 570 باشه، تکسیتر داشته باشید، نشون میده که شما درآمد دارید برای پیمنت. وام VA داریم تا $1,000,000 دان پیمنت نمیدید، خرجم نداره، 100% به شما لون میدن، به اونایی که در نیروهای مسلح آمریکا خدمت کردن یا میکنن. این برای این وام های معمولی تا $3,000,000 ما به شما میتونیم وام بدیم که خونه بخرید، کردیتون بالای 740 باشه، تکس ریتن داشته باشید، شغل داشته باشید، 6 ماه هم باید رزرو داشته باشید، PITI Principal Interest and Tax Insurance باید داشته باشید.
برستون برسونم که برنامه دیگه خیلی زیادی ما راجع به لون داریم که من بخوام بهتون بگم. مثلا کانسترکشن، شما زمین داریم میخواید خونه بسازی، واسه داریم امیدیتلی بهت میدیم. شما در هر جای آمریکا کامرشال بخواید ما براتون میدیم، به خصوص وست آمریکا خیلی قوی هستیم و این هاردمانی هم در وست آمریکا ما به شما میدیم، یعنی از سان فرانسیسکو و بالا تشریف ببرید به واشنگتن، بیاید تا تگزاس و همه اینها رو ما کاور میکنیم برای اون پول سریع که شما میخواید به شما ما تقدیم بکنیم. این برنامه های وام ماست خانم آقایون، ولی با تمام این تفاصیل احتیاجی دارید یه تلفن بکنید به نایت خانم یا من 949-547-74-09 که تلفن فرمودید بگید چه خواسته ای دارید، میاد پیش نایت خانم و من، یه چایی هم با هم، چایی داریم، قهوه داریم، شیرینی ایرونی داریم، پسته داریم، نایت خانم میدن، میذاریم اونجا رو میز و اینا، خلاصه ازتون پذیرایی میکنیم. تشریف بیارید، کسی هم شما رو چارج نمی کنه، خیالتون راحت باشه. با ما اوپن باشید، ما با شما اوپنیم، درد دل کنید، کاری دارید، اشکالی دارید، احتیاج دارید، آقای با ما نوری پدر بزرگ هستن، سنگ صبور هستن، ما کوچک شماست، حرفای همه عزیزان رو گوش میکنن، فقط به تنهایی کسی که گوش نمیکنن من هستن. بالاخره حوصله یه حرف بالاخره من رو ندارم، اون نیشتر رو به ما زد امروز، اون نوک چاقو رو، چون من احتیاج ندارم کسی به من شام بده. هر شبت که خانم آقایون، خیلی خوشحال شدم امروز در خدمتتون بودم، این افتخار نایت خانه و من است که اجازه میدید به خونه های شما بیاییم. منزل جایی بسیار قابل احترامی است و همین که اجازه میدید ما بیاییم یک ساعت 50 دقیقه 55 دقیقه وقت میذارید، یا تصادفاً ران میکنید 10 دقیقه میذارید، هرچی، ما از شما تشکر میکنیم، ممنونیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. تا هفته آینده با هم خوب باشید، مهربون باشید، همو دوست داشته باشید، اونایی که لاف دارید بهشون بگید، یک شاخه گل همیشه به خانمتون در هفته بدید و بهش بگید آی لاف یو. این مسئله خیلی مهمه، زندگیتون رو مدام بیشتر طولانی تر میکنه و بیشتر لاف و همدیگه میده. من از شما بدرود میگم تا هفته دیگه. بله ایسترم داره میاد و برید لباسای نو بخرید و به جای شکلات به هم دیگه گل بدی، چون شکلات زیاد خوب نیستش، ولی میگن دارک چاکلت فقط خوبه. به هر جهت ما تشکر فراوان از تک تک شما بینندگان محترم نازنین و کارگردان بسیار نازنین ما مستر علی و سرکار خانم تهرانی مدیر این برنامه، واقعا تشکر از همه شما نازنینا، تک تکتون رو به خداوند بزرگ یکتا می سپارم تا هفته آینده که باز با هم باشیم. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدارت. Hope for you برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan Settlement Short Sale Direct Sale Credit Card Settlement. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.